سلام به همه شما آکواریوس های عزیز، راشل هستم، آسترولوژر شما از هوروسکوپ فارسی، و در این ویدیو میخوام براتون در مورد هوروسکوپ سال 2019 صحبت کنم. اگر مایل به پیگیری مطالب من هستید میتونید از تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام پیج هوروسکوپ فارسی رو دنبال کنید. این ویدیو مخصوص کسانیه که رایزینگ و خورشید در آکواریوس دارن. همینطور بعضی از قسمت‌ها مربوط به اونهایی میشه که ماه در آکواریوس دارن، که اینها رو هم توی صحبت‌هام ذکر می‌کنم که کدوم قسمتش مربوط به ماه در آکواریوس میشه. اما به هر حال اگر رایزینگتون رو نمیدونید، حتما وارد وبسایت horoscope-farsi.net بشید و رایزینگتون رو محاسبه کنید، البته به شرط اینکه ساعت تولدتون داشته باشید، و اونجا یک سری توضیحات رو بر اساس چارت تولدتون دریافت میکنید. بنابراین حتما این کار رو بکنید، یعنی یک اطلاعات کلی و جزئی در مورد اینکه سیاره ها توی چارت شما چی میگن میتونید دریافت بکنید از وبسایت من. بنابراین حتما وبسایت رو ببینید، محاسبه بکنید رایزینگتون کجاست، ماهتون کجاست، خورشیدتون کجاست، و توضیحات ابتدایی مربوط به آسترولوژی رو اگر که یاد بگیرید بهتر میتونید صحبت‌های من رو متوجه بشید. و این اطلاعات اولیه همه توی وبسایت هست. به خصوص شما آکواریوس ها باید به یک نحوی در سال 2021، 22، 23 یک سری اطلاعات ورازمینی دریافت بکنید، نیاز دارید به اونها. خب حالا بریم ببینیم که یونیورس برای آکواریوس ها سال 2019 چی گذاشته. سال 2019 برای ما آکواریوس ها سال بسیار مهمیه، چون پایان یک چرخه کامل از درس و تست هاییه که ما با ساترن داشتیم. ساترن با روح ما، من نمیگم با جسم ما، یعنی تو این دوره از زندگی نه، اما ما با ساترن، وقتی که یعنی ساترن توی خونه 12 همون میره، نود جنوبی خونه 12 ماست و همینطور پلوتو خونه 12، و همه اینها نشون میده که ما به یک دوره از زندگی رسیدیم که باید یک سری چیزها رو از خودمون تخلیه بکنیم، یک کارماهای رو تخلیه بکنیم، و بعد وارد یک مرحله شروع جدید بشیم که با ورود ساترن به نشان ما این اتفاق میفته. ساترن و جوپیتر با هم وارد نشان ما میشن در دسامبر 2020. یعنی این دوتا سیاره بزرگ، این دوتا استاد اعظم، جوپیتر استاد بزرگیه و ساترن هم استاد معلم سخیره، هر دو با هم میان و برای آکواریوس سال 2021 بسیار سال بزرگیه. و اتفاقی که داره امسال میفته پایان چرخه ای از تکامل روح ماست. اگر بخوایم بگیم که مال چه دوره‌ای، میتونم بگم، یعنی اگر شما به زندگی‌های قبلی باور ندارید، میتونیم بگیم مال 30 سال گذشته است که ساترن اینجا بوده. اما اگر که مثل من و بقیه آسترولوژرها به زندگی‌های گذشته روح باور دارید و باور می‌کنید که فقط ما این بار نمی‌آییم روی زمین 70 80 سال زندگی کنیم و بریم، مطمئنن درس و تست های قبلی داریم، اون موقع میتونید این رو بپذیرید که ما دوره طولانی رو داشتیم توی درس هایی که گرفتیم در مورد هویتمون، شخصیتمون، مسائل کارمایی مالیمون، مسائل خواهر و برادرمون، مسائل خانوادهمون، مسائل ازدواجمون، تمام اینها دورش تموم شده و حالا رسیده به نقطه ای که باید از نظر روحی برای یک تولد آماده بشیم. پیش نیاز این تولد رو مارس در نشان آکواریوس سال 2018 ایجاد کرد. خیلی جالبه، تمام قسمت‌های یونیورس حرکت‌هاشون معنیدار و به هم پیوسته است. ما مارس رو در آکواریوس داشتیم سال 2018 و بسیاری از ما از نظر درونی بسیار به چالش برخوردیم، از نظر وجودی، و یک سری چیزها رو چه میخواستیم چه نمیخواستیم باید از روحمون کات میکردیم. این یک سری چیزها هر چیزی میتونست باشه، فرض میکنیم که سردی احساسی حتی، یعنی
به خصوص برای اونهایی که ماه توی آکواریوس دارن، سردی احساسی و فاصله گرفتن از همه چی، مارس اینها رو داشته کات میکرده. ما آکواریوس ها خیلی وقته که دیگه تو جامعه نیستیم، حضور فیزیکی نداریم. کجاست آکواریوسی که شورش به پا میکرد، توی دانشگاه سردسته اعتراضات بود به استادا، توی مدرسه همه رو رهبری میکرد؟ کجان الان اون آکواریوس ها؟ اون آکواریوس ها الان همه رفتن توی خونه، همه رفتن یه پیله تنیدن دور خودشون و الان زمانیه که باید یک سری از مشکلات ضمیر ناخودآگاهمون رو شناسایی و از اونها عبور بکنیم، به خاطر اینکه باید برای ورود آکواریوس به جامعه آماده باشیم و یونیورس این رو از ما میخواد، به خاطر اینکه از 2021 به بعد زمان آکواریوسه، دوره آکواریوسه، ساترن تو آکواریوس، جوپیتر تو آکواریوس، پلوتو میاد تو آکواریوس، یعنی تمام این اتفاقاتی که داره الان میفته و کپریکورن داره اونها رو زیر و رو میکنه برای اینه که آگاهی و نور آکواریوس از طریق بشریت شروع بکنه به رشد کردن. و شما بی دلیل نیست که آکواریوس به دنیا آمدید. مطمئن باشید همه مایی که اینجا هستیم در این دوره از زندگی در نشان آکواریوس، دوره های قبلی زندگی برای آزادی، برای عدالت جنگیدیم. فکر نکنید همینجوری آکواریوس به دنیا آمدید. شما این قسمت رو پرورش دادید، مقدماتش رو چیدید و بسیاری از ماها سرکوب شدیم، بسیاری از ماها کشته شدیم، اعدام شدیم، بسیاری از ماها خانواده هامون رو از دست دادیم به خاطر آرمان هامون، آرمان های بشریت. و حالا اون از دست دادن ها تبدیل شده به گره های روحی، تبدیل شده به انسداد هایی که در حافظه روحی ما هست، حتی اگر که یادمون نمیاد. بعضی از ما این رو به صورت اختلالات عصبی نشون میدیم، بعضی ها به صورت خشم نشون میدیم، بعضی ها به صورت استراب، نگرانی، استرس، بعضی ها تحملمون پایینه. هر کدوم از ما از نظر سایکولوژیکی مشکلاتی داریم که باید امسال شناسایی بشه و خودمون کمک بکنیم آگاهانه اون گره ها هم برطرف بشه تا بتونیم کامل پاکسازی شده پا به عرصه وجود با حضور ساترن و جوپیتر در نشانمون بگذاریم. پس امسال سال سختیه. من نمیتونم بگم امسال سال آسونیه. امسال سال سختیه برای آکواریوس، چون تمام چالش هاش با ساترن درونیه. خواب هایی که میبینه شاید کابوس باشه. شاید دوره های گذشته زندگیتون رو شروع کنید به صورت فیلم ببینید توی خواب، یا حتی فلش های از اون رو ببینید. آگاهی پیدا بکنید، در خواب ببینید. ممکنه با این ترس هاتون، با لحظات دردآور زندگی گذشته ممکنه که روبرو بشید. خیلی از ما تبعید شده بودیم، خیلی از ما زندان ها کشیدیم و ما الکی برای آزادی بشریت تو این دوره به دنیا نیومدیم. ما خیلی تمرین کردیم، به خصوص اونهایی که جوپیتر تو خونه 12 دارن توی چارت تولدشون. ما خیلی تمرین کردیم، به خصوص اونهایی که ساترن تو خونه 12 دارن. اینها بحرانهای زیادی کشیدن و حالا زمانی رسیده که ما باید با این بحرانها روبرو بشیم و از اونها آزاد بشیم. ما قرار نیستش که همه عمر اینها رو با خودمون بکشیم. ما قرار این دوره از زندگی از ترس هامون آزاد بشیم. ساترن موانع رو میاره جلوی چشمون، شروع میکنه نشون دادن. پلوتو ترس ها رو میاره، نود جنوبی اونها رو تشدید میکنه از اپریل به بعد، اپریل، می، جون، جولای تا آخر سال، به خصوص جنوری 2020. اینها همه با هم پیوند میخورن و تمام اینها داره در عمق ضمیر ناخودآگاه ما اتفاق میفته، جایی که باید از درون بشکفیم، جایی که باید مرحله نهایی رو، اون مرحله پوست اندازی نهایی رو انجام بدیم. ما باید آزاد بشیم، چون اومدیم تا بشریت رو آزاد کنیم، اومدیم که نور رو گسترش بدیم. پس باید اون قسمت هایی از روحمون که هنوز درگیره،
اونها التیام پیدا بکنه، اونها به آرامش برسه. ساترن سال 2019 اونها رو مشخص میکنه همراه با پلوتو و نود جنوبی کمک میکنه تا اینها دفع میشن، یعنی دیده میشه، دفع میشه، تشدید میشه، منفجر میشه، بیرون ریخته میشه. و بعدن جوپیتر میاد سال 2020 و اینها التیام پیدا میکنه. بنابراین به نظر من این وضعیتی که ما باهاش روبرو میشیم بسیار وضعیت مهمیه. پس ساترن برای همه نشانها داره تو قسمت تبلورهای مادی و فیزیکیشون باهاشون درس میده، باهاشون کار میکنه. اما برای ما آکواریوس ها زمان تبلورهای فیزیکی با ساترن نیست. زمان این نیست که روی دنیای سه‌بعدی بخوایم ازش درس بگیریم. زمان اینه که در درون خودمون لایه لایه هامون رو با پلوتو، ساترن بریم جلو و از طریق نود جنوبی آگاهی بگیریم با تمامی ابعاد، با ابعاد دیگه، و اطلاعات و آگاهی ها دانلود بشه و اون زیادی ها دفع بشه. انگاری که ما در حال میخواییم که یه زایمان داشته باشیم و قبل از زایمان یک انما داده بشه. وقتی که انما داده بشه تمام اون کثافت هایی که در وجود هست، تاریکی ها، انسداد های روده، همه اینها تخلیه میشه و شما آماده میشید برای یک زایمان تر و تمیز. بنابراین این ویدیو رو اگر که گوش کردید وای نگید وای راشل باز ما مشکل داریم، ببینید که تو کدوم مرحله هستید، ببینید که چقدر آمادگی دارید برای حضور در دنیایی که مربوط میشه به انرژی شما. بشینید فکر بکنید و ببینید که آیا همینجوری الکی شده که شما آکواریوس به دنیا آمدید؟ آیا از بچگی شما اعتراض نمی کردید به نابرابری ها، به بیعدالتی ها توی مدرسه، به معلم ها حتی؟ آیا شما همیشه صدای حرفاتون بلند نبود؟ به هر حال ما آکواریوسیم و آکواریوسی که رفته توی پیله باید برگرده. اگرچه که حالا آکواریوس های دهه اول کارشون با ساترن کمتر شده و آکواریوس های دهه دوم و سوم وارد پروسه ساترن میشن، به خصوص هایی که از 13 تا 23 درجه سیاره داشته باشن، طعم ساترن رو بیشتر از دیگران میچشن. اگر خورشید داشته باشن، ماه داشته باشن و رایزینگ داشته باشن، اگر که ماه داشته باشن، ساترن میتونه باعث بشه که این مرحله سخت‌تر انجام بشه، چون ماه خودش اون جایگاه آکاشیک ریکورد ماست، اون قسمتیه که یعنی اگر ماه شما تو این درجات هست فشار زیاد میاد، به خاطر اینکه روبرو میشید با همه ترس‌های ثبت شده در خاطره روحی خودتون و هر از چندی یکی شلو چشتون میاد، میگم چه در بیداری، چه در خواب، چه به صورت سناریوها، رویا، هر چیزی، و زمان این رسیده که از اونها آگاه بشید. ممکنه که به افسردگی کشیده بشه، نگرانی کشیده بشه، ممکنه که حتی موقعی که میخواید آرامش داشته باشید نتونید آرامش رو تجربه بکنید، اما سعی بکنید حتما با مدیتیشن، با دوره هایی که خودتون رو یه مقدار مثلا آرامش میدید، مثلا تورهای سلامتی، یعنی نمیدونم به فارسی چی میشه، health wellness، یعنی هم سلامتی میده هم حال آدم رو جا میاره، مثل تورهایی که مثلا ماساژ توی اونها داره، از نظر غذایی آیورویدا کار میشه، یوگا کار میشه، بالای کوه میرید، آب درمانی میکنید، آب معدنی میرید. سعی بکنید با این چیزها، با این شرایط، این جریان انرژی رو راحت تر سپری بکنید. باور بکنید که یک جاهایی مشکل دارید، اگر که نمیتونید اعصابتون رو کنترل بکنید، اگر که خشمتون رو نمیتونید کنترل بکنید، یک سری برنامه ها بذارید برای خودتون، آگاهانه مراقب باشید، خشمگین نشید، عصبانی نشید، به هم نریزید، پرخاشگری رو بذارید کنار. بعضی ها در حال دریافت ارتعاشات اورانوسی زیاد هستن، مورمور میشه بدن، احساس یعنی اعصاب تحریک پذیر میشه، به خاطر اینکه الکتریسیته اورانوس هر وقت که زیاد میشه این مثلا یعنی باعث بیداری میشه، اما در این حال اعصاب تحریک پذیر میشه. سعی بکنید که اونها رو شناسایی بکنید و امسال آگاهانه، به خصوص در ماه اپریل، به خصوص می، به خصوص جون، جولای، خدای من به خصوص چقدر بگم، یعنی همه رو دارم میگم به خصوص، همش داریم،
یه موقعی نود جنوبی میاد با ساترن پیوند میخوره، نود جنوبی با پلوتو پیوند میخوره، نود جنوبی دوباره با ساترن پیوند میخوره، همینطوری اینها، یعنی اون میره این میاد، اون میره این میاد و همه اینها میخوان آتو آشغال ها رو بیرون بریزن. آماده باشید، آتو آشغال ها باید برن. آدم های آتو آشغال، نمیخوام به کسی توهین بکنم، آتو آشغال منظورم اینه که جا ندارن تو زندگی شما، اضافه ان تو زندگی شما، مواد زایدن تو زندگی شما، اونها باید برن. ممکنه تحت تاثیر این انرژی ها یه سه چیزا برگرده از گذشته، بذارید بره، چیزی رو از گذشته نگه ندارید و اجازه بدید اون کوه یخی که فقط نوکش بیرونه اما بقیهش داخل اقیانوسه، اجازه بدید که ساترن داره میره اون لایه لایه های اون رو لای روبی کنه، بذارید بره تهای اونها تو زمیر ناخودآگاه ما، زندگی های گذشته ما، همه اینها موانع، اینها رو میبینیم، حس میکنیم امسال بیشتر از همیشه. ببینید هیچی همجوری نمیاد و بره، اول حسش ایجاد میشه، درکش ایجاد میشه و حتی شاید ببینیدشون، یعنی شاید حس بکنید، اما اگر که قوی باشه انرژیتون، اگر که چشم سومتون باز باشه مثل خیلی از آکواریوس ها، ارتعاشتون اورانوسی باشه، میتونید حتی اونها رو ببینید و اجازه بدید که این رفتنها اتفاق بیفته، اجازه بدید که این انفجارهای درونی که بیرون ریخته میشن اتفاق بیفته، اما شما بهشون نچسبید، اجازه بدید که اونها منفجر بشه و بره. برای همین میگم مثلا شنا کردن، مثلا حضور توی آبهای گرم، آبهای معدنی، این چیزی که به شما آرامش میده، یوگا، آیورویدا، اینها انرژی درمانی بهتون کمک میکنه، مدیتیشن بهتون کمک میکنه تا در درون ضمیر ناخودآگاهتون فرو برید، موانع رو ببینید، اونها رو ببخشید، مسئولیتشون رو بپذیرید و خودتون رو از زندان‌ها رها کنید. این قسمت مربوط میشه به زندان‌ها. ما خودمون رو از نظر روحی توی یک سری زندان‌های درونی گرفتار کردیم، از نظر معنوی در حال رشد هستیم اما هنوز کافی نیست، باید از این زندان‌ها آزاد بشیم. اگر خودمون نخواهیم آزاد بشیم، ساترن ما رو گیر میندازه، ساترن ما رو حقیقتاً تو دنیای فیزیکی گیر میافتیم، حقیقتاً تو دنیای فیزیکی ممکنه زندان بیافتید، حواستون باشه ساترن اونجاست. وقتی ساترن اونجاست امکان این هستش که قوانین یه سری کارها بکنن که شما، یعنی شرایط جوری پیش بره که شما زندان بیافتید، شرایط جوری پیش بره که شما تحت تاثیر مشکلات سایکولوژیکی کارتون به بستری شدن به بخش روانی بکشه. برای همین میگم آگاهانه برید مشاور، با مشاور صحبت کنید، با یکی حرف بزنید که درداتون رو خالی بکنید. خود من همین مشکل رو دارم، خود من، همه با من حرف میزنن، همه بارشون رو میریزن روی من و من واقعا خودم گاهی وقتا نیاز دارم خودم رو آروم کنم، یکی پیدا بشه به من کمک کنه، منم باید اینها رو تخلیه کنم، چقدر من با بار همه رو بکشم. و هر کسی، یعنی پیش خودم اینجوری فکر میکنم، اما در حقیقت یونیورس به همین پتانسیل رو داده در طول قرنها زندگی، اینها مال الان نیست، در طول قرنها زندگی این پتانسیل ایجاد شده. اما به هر حال وقتی که ما لباس جسم میپوشیم و به این بعد میایم، دردناکه، فرقی نمیکنه مرد باشیم، زن باشیم، فرقی نمیکنه، برای همه ما دردناکه. و حالا زمانیه که بتونیم از درون دردهامون رو تخلیه بکنیم، از درون دردهامون رو داد بزنیم، خالی بکنیم، فشار قرنها رو، دردهایی که کشیدیم برای بشریت، زجرهایی که کشیدیم، اینها همه روی هم تلمبار شده و حالا دوره‌ای رسیده که میخوایم اون حرکت نهایی رو بکنیم، اما ممکنه که این گره های روانی، روحی، انسدادهای ضمیر ناخودآگاه نذاره که ما پیش بریم، نذاره بترسیم ما. برای همینه که قبل از اینکه ساترن و جوپیتر وارد نشان ما بشن، باید همراه با این سیارات این قسمت رو فیکس کنیم، این قسمت رو تعمیر کنیم، ترمیم کنیم، بهش بپردازیم. خب پس به نحوی ما در پیله هستیم، به نحوی ما درگیریم با خودمون و میتونم بهتون بگم که، یعنی تجربه خودم رو بگم، چون من سال 2018
روی این قسمت، البته بازم دارم چون ماه هم اینجاست، سیاره توی درجات بالاست ولی خورشیدم توی درجات پایین تره و من کشیدم این سختی رو با ساترن و میخوام بهتون تجربه خودم رو بگم. خیلی برام سخت بود که بخوام با تک تک آدم ها ارتباط بگیرم و حقیقتا حتی چارت نمیتونستم بخونم چون اینها اجازه نمیداد، یعنی اون پیلهی که دور من بود و من میگفت که انرژیت رو در خودت حرکت بده، در خودت جستجو کن، در خودت اینها رو خودت رو تغذیه کن توی این پیله. ببینید چجوری میشه پیله چی کار میکنه. وقتی شما توی پیله هستید دمای اون شرایط رو، محیط رو حفظ میکنه برای اینکه اون کرم توی شرایط دمای مناسب زندگی بکنه که بخواد، یعنی پروانه بشه، خشک نشه، نسوزه، یخ نکنه، از بین نره و تغذیه میشه. یعنی توی این پیله شرایطی ایجاد میشه که یا اینکه شما نیاز به تغذیه پیدا نمی‌کنید، یا اینکه میتونید، دقیقا یادم نیست از نظر بیولوژیکی ببینم که اونی که اونجا چجوری خودش رو تغذیه میکنه. آها، یه سری برگ توت و این چیز میزها اینجا خوردن، نمیدونم یه جوری هستش که تغذیه میشه. حالا اینجاش رو بخونید بعدن که چجوری میشه که توی پیله اون کرم برای خودش میتونه زنده بمونه و در حقیقت یک جوری، حالا شرایط و هر چیزی که هست، باعث میشه که اون بتونه اونجا رشد بکنه. و من این حالت رو خودم داشتم سال 2018، دارم براتون میگم که بدونید چه اتفاقی پیش میاد. من نمیتونستم اصلا با کسی ارتباط شخصی بگیرم و خیلی هم ناراحت بودن که چرا چارت شخصی نمیخونی. واقعا نمیتونستم. من که از جای کپی نمیکنم به شما بگم، که من که ترجمه نمیکنم بهتون بدم، من که تو کامپیوتر نمیدازم بهتون بگم، که من بعد خودم از خودم بعد انرژی بذارم، من بعد انرژی با انرژی شما کانکت بشه و نمیتونستم به این راحتی. من تعداد خیلی کمی چارت ها رو خوندم و خیلیش هم هنوز مونده. ارتباطات تک به تک سخت میشه. اما یه اما داریم این وسط. جوپیتر داره وارد قسمتی از چارت میشه که مربوط میشه به فعالیت‌های گروهی. جوپیتر توی کمان داره، یعنی رفته نگه میره، رفته آلردی، یعنی در حال حاضر اونجاست و جوپیتر به شما میگه آکواریوس بیا بیرون، بیا بیرون، آکواریوس شو، بیا بیرون، همون شورشی بشو، همون سرصداگر جامعه بشو. نمیگم شورشی، منظورم شلوغ، سرصدا، لیدر، حضور فیزیکی. ایده میده آکواریوس، حرف میزنه آکواریوس، خودشو درگیر مسائل مهم بشری، قانونی، عدالتی، اجتماعی اینها میکنه. آکواریوس متفاوته با بقیه، متفاوت بودناش دیده میشه، اما الان گفتم نیستن آکواریوس ها و جوپیتر میاد اینها رو بیرون میکشه. یه نمونهش که میتونم بگم مثل اپرا. اپرا الان خیلی حضورش کم رنگه، مطمئنم جوپیتر میاد بیرون میکشش، حضورش رو بیشتر میبینیم. برم یه سلبریتی رو میگم که یعنی بعدن وقتی که دیدید متوجه بشید منظور من چیه. یا اینکه هر کدوم، خودتون، من، باید بیایم حرف بزنیم، حضور اجتماعی داشته باشیم. کافی نیستش که برای خودمون، دور و بریامون، خانوادمون وقت بذاریم. اگرچه که اورانوس داره در قسمتی از چارت میره که شما شرایط خونه و خانواده رو باید یک سری تغییر تحولاتی بدید که استیبل بشه. یعنی ما آکواریوس ها که این همه دانایی و آگاهی و فهم داریم، نسبت به همه چیز اطلاعات داریم، میتونم بگم جامون رو هنوز دنیا نمیدونیم. خودم هم برام پیش اومده بارها، میگم خودم من کجا زندگی کنم که احساس کنم جو خونه است، که احساس کنم اونجا میتونم با آرامش به ماموریتم بپردازم، که احساس کنم به اونجا تعلق دارم. نیستش اصلا. و اورانوس میاد اینجا از ماه مارس به بعد، 8 سال اینجاست، 7 سال، 8 سال، و میگه که زمانی رسیده که تحول لازم رو بدی تا اون جایی که خونه هست رو پیدا بکنی، تا بتونی به ماموریتت برسی. باید به خانوادت برسی تا جایگاه خودت رو پیدا بکنی برای فعالیت‌های اجتماعی، نه برای اینکه بشینی تو خونه بچه داری بکنی. ممکن هم هست بچه داری بکنی، اما هر چیزی که هست اینه که باید حضور اجتماعی داشته باشیم، چون جامعه با آکواریوس ها نیاز داره، چون جامعه از 2021 به بعد بی نهایت با آکواریوس نیاز داره و جوپیتر امسال داره داد میزنه، داره فراخوان میده آکواریوس بیا بیرون، آکواریوس بیا کانال بزن، تلگرام بزن، نمایشگاه برو، نمیدونم صحبت بکن، هر جا میخوای بری حضور اجتماعی داشته باش، کارهای خیریه بکن، کارهای حیوان دوستی بکن، کارهای انسان دوستی بکن، کارهای بشری بکن، بقیه رو تشویق بکن انجام بدن. آکواریوس این ماموریتته. همینجوری آکواریوس نیومدیم به خدا.
اونایی هم که اصلا حالتی ندارن که فکر میکنن که نمیدونم براشون این چیزا مهم نیست، ته وجودشون باز هم برای حق و حقوق بشری ارزش قائلن. پس برای اینکه مرحله راحت تر بگذره، مدیتیشن های منظم داشته باشید، به خودتون برسید، تغذیه بکنید. آکواریس ها باید از هر نظر، روح، احساس، ذهن، جسم، همه رو باید تغذیه بکنن. این لایه ها همه نیاز به تغذیه داره. تغذیه احساسی بکنید خودتون رو به هر ترتیبی که میتونید. نود شمایی در نشان خرچنگه. شاید باید یک حیوانی رو سرپرستی بکنید که احساسات بین شما جریان پیدا بکنه. نود شمالی در اینجاست، میگه که برس به خودت، به تغذیت برس، به وضعیت فیزیکیت برس، ورزش منظم بکن، غذاهای آشغال نخور، هر چی دستت میاد نخور، صبحونه بخور، زندگی منظم داشته باش، به فکر خودت باش آکواریوس، به فکر نظم سیستم زندگیت باش، چون اگر اینها رو مراعات نکنی نمیتونی حضور اجتماعیت رو شکوفا بکنی و ادامه بدی، چون راه درازی در پیشه. تمام دهه آینده مربوط به آکواریوسه. پلوتو میاد تو آکواریوس میمونه سال و ما باید، یعنی اونهایی هم که فکر میکنن اصلا اهل این چیزا نیستن که من دارم میگم، وقتی پلوتو بره تو آکواریوس بعدم من بهشون میگم سلام، چون از درون شما رو شکوفا میکنه اگر هنوز به مرحله شکوفایی نرسیدید. اما به هر حال اونهایی که شنوندگان من هستند، من میدونم که بیشترشون رسیدن به این مرحله آخر تنقیه وجودی، که این تنقیه کلمه دیگه نیست، واقعا این تنقیه وجودی اتفاق میفته تا ساترن و جوپیتر یک زایمان تر و تمیز رو آغاز کنن. سال 2020 دسامبر یعنی 2021 ما اون رو تجربه میکنیم. پس آماده باشید، مسیج ها رو بگیرید از یونیورس. نود جنوبی به شما مسیج میده، نود جنوبی شما آگاهی میده، نود جنوبی شما رو وصل میکنه به ابعاد دیگه، به موجودیت های دیگه توی ابعاد دیگه، به فرشتگان وصل میکنه، اطلاعات رفت و آمد میکنه، آگاهی شما باز میشه. و اگر هم که حالا از کسانی هستید که، چون اینجا هر کی هر چیزی که کاشته درو میکنه در نهایت، اگر که به کسی از نظر از هر نظری بد کرده باشید باز میگرده، اشتباه کرده باشید باید جبران بشه باز میگرده، چون میگم مرحله نهایی پاکسازی درونیه، هر چیزی که باقی مونده باشه باز میگرده تا صاف بشه، تا پاک بشه، تا از خروجی یونیورس دفع بشه. باور کنید نود جنوبی مثل دریچه فاضلاب میمونه، باز میشه که اینا همه برن. عادت های بد، همه چیز حتما نباید نسبت به دیگران باشه، نسبت به خودتون باشه. و سلامتی خودتون رو اگر در نظر نگرفتید کارماش برمیگرده. امسال تحت تاثیر خورشید گرفته یا ماه گرفتگی ها، اگر که ارزش خودتون رو نمیدونستید، اینها بر میگرده تا شما یاد بگیرید چطور باید از این گره ها آزاد بشید. بی نهایت سال روحانی و معنوی در پیش داره آکواریوس. پس میتونم بگم یک سال همه جانب است، یعنی شما از نظر روحی دارید پاکسازی میشید، از نظر اجتماعی باید رشد بکنید و از نظر وجودی باید به سلامتیتون برسید، به کارهای روزمرهتون برسید، به نظمتون برسید، سیستم بدید به زندگیتون، به خاطر اینکه جای افسردگی نیست. پیله رو نیاز دارید برای اینکه تغذیه بشید، ساعتهای رو در روز رو بگذارید برای این تنهایی، برای این تغذیه وجودی، برای این تخلیه وجودی. اما در نهایت اینه که نمیتونید خودتون رو کنار بکشید، انقدر نمیتونید خودتون رو کنار بکشید که حتی خود یونیورس این کار رو انجام ده. یعنی اگر بخواید کنار بکشید خود یونیورس پیش قدم میشه. اگر شما پاکسازی درونی نکنید یونیورس این کار رو میکنه، وقت سخته. اگر شما نظم غذایی ندید یونیورس کاری میکنه که شما مجبور بشید نظم غذایی بدید. حتی مواد شیمیایی بدنتون رو پاک میکنه از درون. حتی شاید به یک سری مواد خارجی مثل سیلیکون شروع کنید آلرژی نشون بدید. تا این حد آکواریوس باید پاک سازی بشه. یعنی تو سلولتون هر چیز اضافه ای که هست باید بیاد بیرون. نیکوتینه برید ترکش کنید.
خودتون پیش قدم بشید. به هر حال ما 18 ماه نود شمالی رو در خرچنگ داریم و نود جنوبی رو در کپریکورن داریم و گفتم که نود شمالی داره میگه که کارتون رو باید توسعه بدید همراه با زندگی روزمره، همراه با پاکسازی جسمی، و نود جنوبی میگه پاکسازی روحی. ببینید یعنی ما محور تمام کار این کارماییمون خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی یا همه میگه پاکسازی، پاکسازی، پاکسازی روحی، پاکسازی جسمی. یعنی یونیورس داره آکواریس رو میندازه توی ماشین لباسشویی امسال. 6 ژانویه شروع این خورشید گرفتگی هاست و شروع رها کردن ها. شناسایی کنید انسداد هاتون رو، ببینید کجاست مشکل روحی شما، کجاست اعتماد به نفس ندارید، زود عصبانی میشید، استرس دارید، ببینید کجاست، بعد برید سرش، جلسات مشاوره بگیرید، تراپی بگیرید، هر جوری که میدونید و میتونید باید برید این قسمت و بتونید با انرژی های یونیورس همراه بشید. خوشی گرفتگی و ماه گرفتگی هایی که داریم باز روی این محور روی توی جولای هست که اونجا هم سنگینه، مطمئنن خیلی سنگینه، پلوتو درگیره اونجا و اگر خوب از این مراحل بگذاریم پلوتو به همون تولد دوباره رو اون موقع میده. اما خب تولد دوباره بعد از مرگ اتفاق میفته و مرگ منظورم این نیستش که میفتید میمیرید، نه، مرگ منظورم اینه که یک سری پایان ها باید اتفاق بیفته، پایان باید اتفاق بیفته برای همه اون بارهایی که داریم از زندگی های قبلی میکشیم، از همون ترس ها، نگرانی ها، استرس خانواده، استرس خودمون، یادآوری اونها، بعد از اونها خالی بشیم. و علاوه بر این محورهای خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی ممکن تغییر محیط کار بدن، ممکن محیط کارتون عوض بشه، ممکن شرایط کاریتون تغییر بکنه، به خصوص که نود شمالی اونجاست. نود شمالی خیلی وقتها یهو اوج میده، یهو فرود میاد، یعنی نوسان ایجاد میکنه. پس در به خصوص در تاریخهای مثل ژانویه، در تاریخهای مثل جولای آمادگی داشته باشید، ممکن تغییر کاری پیش بیاد. 21 ژانویه یک دونه ماه گرفتگی داریم برای 2-3 درجه اول آکواریوس، اول بهمن، دوم بهمن، سوم بهمن، اینهایی که رایزینگشون روی این درجات 1 و 2 و 3 0 اینها باشه، یعنی که ماه اینجا داشته باشن، این سنگینه، این ماه گرفتگی سنگینه، این ماه گرفتگی حد اقل 18 ماه گذشته رو می‌بنده و اورانوس خلاص سیاره ما حی و حاضر اینجا و قدرتش رو نشون میده، آگاهیاش رو میریزه، آزادی‌ها رو داره انجام میده. شوخی نیست اینا، به خدا شوخی نیست. یعنی من فکر میکنم که آکواریوس در سطح خیلی بالایی داره هم پاکسازی میشه هم به آگاهی میرسه، به خاطر اینکه مسئولیت سنگین روی دوششه. و این ماه گرفتگی که 21 ژانویه داریم میخواد گذشته رو جمع بکنه، حتی گذشته ای که از 2010-2011 است میخواد اونها رو جمع بکنه، چون اورانوس بعد از اون خارج میشه از قوچ. اورانوس 2011 اومده قوچ، بعد میره بیرون. یا آکواریوس جمع کن گذشته تو، جمع کن اون گذشته ای رو که فشار اومد به خاطر اینکه ساترن تو عقرب بود، خیلی فشار اومد با آکواریوس، به شرایط کاریش خیلی فشار اومد، به شرایط رابطه ایش خیلی فشار اومد، کسی نبود کمک آکواریوس بکنه، دوستی نمونه برای آکواریوس. تو 2015-16-17 من اصلا دیبایش از رفت آمد نداشتم، یعنی فقط شاید یه نفر یا دو نفر موندن، ناراحت نیستم چون اون یکی دو نفر میشد روشون حساب کرد، مسئول بودن. و حالا زمان اون رسیده که اون دوره تموم بشه، اون دوره از زندگی آکواریوس تموم بشه و یک دوره شکوفایی جدید میخواد برسه. آها، در مورد ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی هایی که توی جولای هست یه نکته ای رو بگم، یا اینکه حتی توی کپریکورن اتفاق افتاد 6 ژانویه. اگر توی سری شغل ها هستید که یعنی اینکه میخواید شغل هاتون توی این زمینه گسترش بدید، میخوام بگم خوبه براش، مثل پاکسازی های محیطی، پاکسازی های درونی، پاکسازی صورت، پاکسازی بهداشتی، پاکسازی پوست، فنگشویی، پاکسازی خونه، داروسازی، تاچ داروهای گیاهی، چه داروهای شیمیایی، بعد این جور شغلا، یعنی شغل های پزشکی، حتی شغل های خدماتی، سرویس دادن، اینها کمک میکنه. این خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی ها کمک میکنه به اینها. و اگر که میبینید چیز داره به هم میخوره، مطمئن باشه که باید به هم بخوره، باید به هم بخوره، چون باید ساخته بشه.
واقعا اونها باید ساخته بشن. جوپیتر هم حالا میاد اینجا 2020 به اینا میپیونده، کم کم اینها رو هیل میکنه. من نمیتونم بگم که تبلورها، شروعهای مهم برای ما آکواریوس ها اتفاق نمیفته الان، هرچی داره اتفاق میفته داره جمع میکنه. مثلا فرض بکنید که یک سری پرونده های قانونی از گذشته مونده، پرونده های زندگی مونده، پرونده های مهاجرتی مونده، هر چیزی که مونده امسال باید جمع بشه و تموم بشه، بسته بشه، به خاطر اینکه از 2021 به بعد سالهای شکوفایی و در حقیقت تولد حقیقیه برای آکواریوس. اگر هم که شرایطی هستی توی زندگی که رضایت ندارید و چه محل کاره، یعنی نظر قلبی و درونی چه خودتون دارید به زور راضی میکنید اما نظر درونی نسبت بهش آگاه رضایت ندارید، یونیورس ممکن مجبور بشه که اون قسمت ها تموم بشه. ممکن محل زندگی باشه، ممکنه محل کار باشه، ممکن رابطه باشه، هر چیزی. پاکسازی شامل همه اینها میشه. خب من فکر کنم دیگه خیلی اطلاعات مهمی دادم برای آکواریوس ها و من جمله خودم اینهایی که دارم میگم رو هر با جون و دل دارم میگم برای همه نشان ها، اما واقعا میگم آکواریوس باید مسیر اشتباهات گذشتش رو ببنده، تموم بشه و آماده تولد جدید بشه. ما امسال باید بریم به درون وجودمون، مشکلات همه رو میخوایم حل بکنیم، مشکلات همه دنیا رو میخوایم حل بکنیم، اما یونیورس میگه قبل از اینکه این کارا رو بکنی اول به درونت برو و گره های انسدادی خودت رو کامل باز کن، چون من نمیخوام اینها جلوی راه تو رو ببنده در آینده، چون یونیورس به همه ما نیاز داره. و به فراخوان جوپیتر گوش کنید، بیایید بیرون، گروه ها رو بسازید، اطلاعات، آگاهی، نور رو در سطح وسیعی پخش کنید. باید در گروه ها، در جامعه بدرخشید. اجتماع به شما نیاز داره. خب حالا یک سری از تاریخ های مهم رو در مورد ونوس و جوپیتر و مارس و اینها بهتون بگم که بدونید که از این انرژی های حالا سیارات شخصی تر چطور استفاده بکنید. ما ونوس و جوپیتر رو 22 ژانویه و 24 نوامبر داریم که در نشان کماندار به هم پیوند میخورن. در قسمتی از چارت شماست که مربوط میشه به فعالیت های اجتماعیتون، دستاوردهاتون و ارتباطاتتون با دیگران، ساختن نتورک، شروع ارتباطات اجتماعی قوی. این روز رو از دست ندید، چون جوپیتر اینها رو توسعه میده و ونوس اونها رو بر اساس قلبتون کمک میکنه که بنا بشه. اگر هم اهل هیچ کدوم از اینها نیستید و نمیخواید اینها رو انجام بدید، روز خیلی خوبیه که میتونید با دوستان سپری بکنید. مارس و اورانوس 12، 13، 14 فوریه میتونن خطرناک عمل بکنن. مراقب باشید که مسائل ایمنی رو مراعات بکنید. تصادف ها، برخورد ها، سوختگی ها، بریدگی ها، شکستگی های ناگهانی میتونه ایجاد بشه، چون مارس با سیاره شما پیوند میخوره، تاثیرش زیاده. مراقب خودتون، قوزک پاتون و اینها باشید. اما از طرف دیگه این داره قسمتی از چارت شما اتفاق میفته که مربوط میشه به ارتباط شما با خواهر و برادر و در واقع ورودی شرایط خونه و خانواده شماست. مراقب باشید که با خواهر و برادر دچار تنش و برخورد نشید. اما از طرفی هم ممکنه که به آکواریوس های درجه اول، دوم، اینها شرایط جابجایی ناگهانی خونه بده یا مشکلاتی که توی خونه پیش میاد باید رسیدگی بکنید. مراقب باشید توی خونه، اگر آکواریوس های درجه اول هستید، توی خونه اگر شرایط، یعنی آگاهانه انرژیشو کنترل بکنید که آشوب و بلوا به پا نشه و خطرناک نباشه. اما خب اگر هم پرایتی پیش اومد که مجبور شدید به تغییرات، میتونید دکوراسیون تغییر بدید، میتونید کارهای مطلوب توی خونه بکنید که انرژیتون رو توی خونه صرف بکنید. میگم برای بیشتری ها، به خصوص اونهایی که درجه اول هستن، ممکنه روی خونه تاثیر بذاره، اما خب بیشتر روی خواهر و برادر و ارتباطات و اطرافتون، همسایه و اینها مراقب باشید که جر و بحث درست نشه. اما 25 ژانویه زمان خیلی خوبیه، چون مارس و جوپیتر با هم دیگه در شرایط خوبی هستن. برید به سمت سرنوشتتون، برید به سمت اینکه یک آکواریوس آزاد باشید، همون آکواریوسی که میخواد هم خودش رو هم دنیا رو آزاد بکنه. اهداف دراز مدتتون رو میتونید 25 ژانویه استارت بزنید. 18 می اورانوس و ونوس
در محیط خونه شما با هم پیوند میخورن. شرایط خیلی خوبی اگر میخواید برای کارهایی که مربوط میشه به اقامت اقدام بکنید، مربوط میشه به خرید خونه اقدام بکنید، مربوط میشه به قراردادهای مربوط به خونه، حل مسائل مربوط به خونه، چون ونوس با سیاره شما پیوند میخوره و به هر حال میتونه یک ازش انرژیش استفاده بکنید برای اون چیزی نیاز دارید، یا که یک محیط مطلوب رو توی خونه و خانواده ایجاد بکنید. مارس از 13 فوریه تا 29 مارچ در شرایط خونه شماست و این قسمت حالا ممکنه که یه مقدار سرصدا ایجاد بکنه توی خونه. حواستون باشه اگر لازم شد خودتون رو از آدم‌های اطراف یه ذره دیسکانکت کنید و فاصله بندازید، چون میتونه مارس باعث بشه که شما خیلی از نظر عصبی تحریک پذیر بشید توی این تاریخ‌ها. مارس از 3 جولای تا 17 آگست میتونه شما رو با پارتنر و شرکاتون به مشاجره بندازه. زمان خیلی خوبی اگر با پارتنرتون توی یعنی میخواید یه پروژه مشترک رو دنبال بکنید، کمک میکنه که با هم دنبال کنید، اما خیلی ایگویی نباشید. من میدونم، هرچی من بگم همونه، من درست میگم، اینها میتونه باعث بشه که همون ایگوی خودتون خدشه دار بشه و به هم بریزید. نیاز نیست که همیشه خودتون رو به بقیه ثابت بکنید، این رو فراموش نکنید. در تمام تاریخ‌های سال شما نیاز نیست که خودتون رو دائم ثابت بکنید. اطلاعاتی دارید، برید برید، منتظر نباشید که بقیه شما رو تایید بکنن. 11 جولای مارس و اورانوس در زاویه سختی ان، مراقب باشید. حالا هر جا که هستید، خیابون، نمیدونم، خونه، ورزش، کوه، دشت، کار، هر جا که هستید مراقب حوادث باشید. 20 نوامبر تا 29 دسامبر مارس در قسمتی از چارت شماست که کمک میکنه به پیشبرد اهداف کاریتون. بیکار نشینید، پروژه ها رو راه بندازید، استارت بزنید، صحبت کنید و حرکت بکنید، اما باز مراقب مشاجره و برخوردها باشید. 5 نوامبر مارس با پلوتو در زاویه سختی ان، میتونه حالت آتش فشانی ایجاد بکنه و شما یک آتش فشان فوران کننده بشید. باز مراقب باشید، اما از طرف دیگه مارس و پلوتو کمک میکنن اون چیزهایی که حقیقتا عمیق میخواید اتفاق بیفته رو بتوید از وجودتون بیرون بکشید. خواسته هایی که تا حالا میخواستید اما نمیدونستید که، یعنی نمیتونستید اونها رو از درونتون استخراج بکنید، مارس کمک میکنه که اینها بیرون بریزه. اما باز مراقب باشید که این آتش فشان رفتاری با اطرافیان نداشته باشید. 24 نوامبر مارس روبروی اورانوس قرار میگیره. بیکله برخورد نکنید، بیکله کاری نکنید، حتما فکر کنید، عجولانه تصمیم نگیرید. 21 دسامبر ونوس وارد نشان شما میشه و 22 دسامبر با سیاره شما اورانوس در نشان تارس در زاویه سختی قرار میگیره و از نظر خونه و خانواده، از نظر احساسی باید مراقب باشید، به خاطر اینکه ممکنه یک سری شرایطی پیش بیاد که از نظر احساسی نسبت به موقعیت خونه و خانواده شما یه ذره دلخور بشید یا اینکه شرایط نامطلوب پیش بیاد، و مراقب باشید که پولی رو سر شرایط خونه با ناآگاهی از دست ندید. یعنی مثلا ممکنه که هزینه زیاد بکنید برای چیزی که لازم نباشه، یا ممکنه کسی به شما وعده وعید بده، بگه که اینقدر پول بدید من فلان کار رو انجام بدم برای خونتون، برای محل زندگیتون، برای اقامتتون. این کارها رو اون تاریخ ها و اطراف اون حواستون باشه انجام ندید. و در نهایت اینکه دیگه سال تموم میشه و در طول سال با هم هستیم، در مورد جزئیات بیشتر صحبت میکنیم. این تاریخ هایی هم گفتم یادداشت بکنید و کل سال هم در مورد کلیات که گفتم خوب بیاندیشید و خوب عمل کنید. بارز موفقیت برای همه شما، دوستتون دارم و امیدوارم به سال 2019 خبر همه اینها رو به من بدید و شاهد رشد کردن اجتماعی همه شما باشم. لوهنا و ملهانا.